جان آلن فرمانده کل نیروهای خارجی در افغانستان در گفتگو با تلویزیون ناتو بار دیگر بر افزایش فشارهای گسترده نظامی علیه شورشان تاکید کرده میگوید ایجاد ظرفیت‌های لازم در ارتش افغانستان و زمینه‌سازی برای روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان اولویت‌های کاری ISAF را تشکیل می‌دهد. Continue the momentum of the campaign to use all the combat power that we have for as long as we have it. با برجا نگه داشتن فشارها علیه شورشان استفاده از نیروی جنگی تا زمانی که ما آنان را در اختیار داریم بلند بردن ظرفیت های ارتش افغانستان برای گرفتن رهبری عملیات ها زمین سازی برای انجام بهتر روند انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان و کاهش رقم سربازان ما از افغانستان از اولویت های کاری ما بباشد. سوی هم آقای آلن در حالی که بر تداوم فشارهای نظامی علیه شورشیان تاکید دارد در پاسخ به پرسش که آیا نیروهای خارجی پس از سال 2014 میلادی افغانستان را ترک خواهند کرد گفت We are going to maintain the campaign for as long as we possibly can until we might get a mission change. تا زمانی که ما توان داریم بر افزایش فشارهای نظامی مان بر شورشان ادامه خواهیم داد. ما در پی خروج از افغانستان نیستیم. ما همچنان به تلاش های جدی خود تا زمانی که مطمئن شویم نیروهای افغان به گونه چشمگیری در بخش های مختلف توانایی یافتند ادامه خواهیم داد. من می خواهم به افغان های اطمینان را بدهم که امضای پیمان راهبردی میان آمریکا و افغانستان زمینه را برای حضور ما در افغانستان مساعد خواهد ساخت. در همین حال آقای آلن در پیوند با پیام ملا عمر رهبر طالبان در مورد رد گفتگوهای صلح دولت افغانستان و تاکید این گروه بر خروج سربازان خارجی از افغانستان میگوید طالبان به گونه که بی پیشینه تصدیق شدند و رهبران آنان تلاش دارند با این پیام ها برای افراد تحت امرشان روحیه بخشند. آقای آلن تاکید دارد که گفته های ملا عمر را نباید جدی گرفت.